به گزارش رسانه ها از زاهدان اصر دیروز یک دستگاه اتوبوس حامل نفرات سپاه پاسداران در جاده خاش زاهدان هدف حمله انتحاری قرار گرفت. در این حمله انتحاری که با استفاده از یک دستگاه اتومبیل مملو از مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل یکی از یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت پذیرفت نزدیک به 27 پاسدار کشته و تعداد دیگر مجروح شدند. روابط عمومی قرارگاه نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه گفت در پی شکست سخت استکبار جهانی از مردم شریف و قهرمان ایران در جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی و راهپیمایی باشکوه و دشمن شکن 22 بهمن ماه تروریست های تکویری و مزدوران سرویس های اطلاعاتی برای تلخ کردن کام ملت ایران یک دستگاه اتوبوس حامل رزمندگان غیور اسلام که پس از اتمام مأموریت مرزبانی از منطقه عازم موتن خود بودند را در جاده خاش زاهدان هدف حمله انتحاری قرار دادند. در این میان استاندار سیستان و بلوچستان ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی محبر خاش به زاهدان از پردا به مدت سه روز ازای عمومی اعلام کرد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در واکنشی به حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان گفت تصادفی نیست که ایران در همان روز آغاز سیرک ورشو هدف ترور قرار میگیرد خصوصا وقتی گروه های همقطار تروریست ها از خیابان های ورشو به شادی میپردازند و با ربات های تویتری خود از آن حمایت می کنند. به نظر می رسد ایالات متحده همیشه همان گزینه های اشتباه را انتخاب می کند اما انتظار نتایج متفاوتی دارد. به نظر می رسد دور تازه ای از درگیری ها در جنوب ایران آغاز شده است و این می تواند به بسته شدن فضای کشور نیز منجر شود. دیدار سهجانبه جانبه رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مورد ترتیبات سیاسی در سوریه پایان یافت و شرکت کنندگان بعد از پایان اجلاس در یک بیانیه توافقات خود را اعلام کردند. در این بیانیه بر اهمیت ادامه همکاری سه جانبه در حوزه های مختلف و همچنین بر لزوم پایبندی به استقلال، حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی سوریه تاکید شده است. همچنین در بیانیه پایانی بر مبارزه مشترک با تروریسم منطقه‌ای و بازگرداندن آرامش، بازگشت آوارگان و برقراری ثبات سیاسی در سوریه تاکید شده است. در بیانیه پایانی همچنین از اقدام آمریکا مبنی بر خروج نیروهایش از سوریه در صورت اجرا به عنوان گامی به منظور کمک به تقویت ثبات و امنیت در سوریه یاد شده است. در این بیانیه همچنین سه کشور بر کار تسهیل و راهندازی کمیته قانون اساسی در اسرع وقت تاکید کردند. در این بیانیه همچنین اقدام تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان ایران محکوم شده است. ایران در تلاش است که خود را به عنوان یک بازیگر اصلی خاور میانه که در جستجوی صلح و ثبات است نشان دهد درست نقطه مقابل تصویری که ایران را خطرناکترین کشور خاور میانه میداند وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ امروز وارد آلمان شد. وی علاوه بر سخنرانی در این کنفرانس مهم بینالمللی، با مقامات و شخصیت های حاضر در این نشست دیدار و گفتگو خواهد کرد. این کنفرانس به مدت دو روز در شهر مونیخ آلمان و با حضور مقامات کشورهای مختلف برگزار می شود. بیش از یک ست تن از مقامات و شخصیتهای سیاسی امنیتی و بینالمللی اهم از رؤسای کشورها وزرای خارجه دفاع و برخی مقامات سازمانهای بینالمللی در نشست امسال حضور دارند در گزارش سالانه این کنفرانس که پیش از آغاز نشست جاری منتشر شد ضمن انتقاد از مواضع دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران خروج کاخ سفید از برجام و آغاز تحریم ها علیه ایران را فاقد تاثیرات مدنظر واشنگتن اعلام شده است در 55مین کنفرانس امنیتی مونیخ 35 رئیس دولت و 50 وزیر خارجه و همچنین 30 وزیر دفاع حضور دارند. کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ از سال 1963 تا کنون هر سال در شهر مونیخ آلمان برگزار شده است و هدف کنفرانس گفتگوی مسئولان و رؤسای سیاسی، اقتصادی، علمی و نظامی سراسر جهان درباره حفظ صلح و برقراری امنیت است. اجلاس مونیخ برای سیاست دیپلماتیک و تبلیغاتی ایران که با مشکلات جدی در حوزه تحریم قرار گرفته دارای اهمیت جدی است و ظریف در تلاش است که از آن دست ماگهی برای خروج از چالش دولت ترامپ برای ایران استفاده کند گرد همایی بین المللی ورشو با تمرکز بر صلح در خاور میانه از روز گذشته در پایتخت لهستان با حضور متحدان آمریکا در حال برگزاری است. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن بیارزش و بی اهمیت خواندن این نشست گفت لهستان قول داده است که در اجلاس ورشو علیه ایران هیچ حرفی زده نشود. سردار سرلشکر محمد باقری در حالی که بر این باور است که باید منتظر بود تا مشخص شود لهستان چقدر به عهد خود وفادار است افسود در ورشو چه بر علیه ایران حرفی زده شود یا بر خلاف آن عمل شود تأثیری در قدرت و اقدامات جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت در همین زمینه پومپو وزیر خارجه دولت ترامپ گفت در این نشست به جز کشورهای اروپایی و آمریکا و شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، قطر و امارات نخست وزیر اسرائیل هم حضور خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران نشست ورشو را که امروز و فردا در پایتخت لهستان برگزار می شود شکست خورده توصیف کرد. ظریف گفت که این تلاشی دیگر از سوی آمریکا برای دنبال کردن سیاستهایش در قبال ایران است که به خوبی هم بنا نشده است وی افزود از نظر من نشست ورشو در همان ابتدا شکست خورده است و من فکر نمی کنم که آنها بتوانند یک بیانیه مشترک منتشر کنند و تنها تلاش دارند از اظهارات خود به جای دیگران استفاده کنند حرفهایی که خود نیز به آن اعتقادی ندارند ظریف خاطر نشان کرد شما معمولا شست کشور را گرده هم جمع نمی کنید که برای آنها سخنرانی کنید و این نشان می دهد که آنها نیز باور ندارند می توانند از این نشست دستاوردی حاصل کنند این اجلاس در پشت درهای بسته برگزار می شود و هنوز از نتایج آن خبری در دست نیست گروه های مخالف و موافق پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی و تروریسم آخرین تلاش های خود را می کنند تا در آخرین لحظات تصویب یا رد موضوع پیوستن ایران به پالرمو توسط مجمع تشخیص مسلحت نظام در روز شنبه آینده بتوانند خواسته خود را عملی کنند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون در مجمع تشخیص مسلحت نظام افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند شرایط برای پیوستن ایران به پالرمو با قرار گرفتن آملی لاریجانی در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مسلحت نظام بیش از پیش دشوار شده است. وی چندی پیش به سراحت اعلام کرد ایران به لوایحی که منافع ملی کشور را به خطر بیندازد نخواهد پیوست. نکته این که بر اساس برخی گزارش ها برخی از افرادی که تا پیش از این با پیوستن ایران به پالرمو موافق بودند به تازگی مخالفت خود را با پیوستن ایران به آن اعلام کردند احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم از جمله افرادی هستند که به بهانه افشای اطلاعات مالی با وجود موافقت قبلی به تازگی با پیوستن ایران به پالرمو مخالف شدند و آن را مقایر با قانون اساسی اعلام کردند. در همین حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به این کنوانسیون گفته است ایران مایل نیست وارد لیست سیاه بشود. وی بی با بیان این موضوع که اگر این مسئله تصویب نشود اثر خوبی نخواهد داشت گفته است مخالفان باید طبعات اقتصادی این اقدام را بپذیرند در ادامه مخالفت ها با پیوستن ایران به پالرمو هفت هزار نفر از طلاب و استادان حوزه علمیه در نامه ای به رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم دبیر و اعضای شورای عالی حوزه های علمیه و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور خواستار برگزاری تجمع در مخالفت با تلاش های دولت برای پیوستن به FATF شدند. فقدان قوانین سخت گیرانه در خصوص کنترل پولشویی در کشور از جمله مواردی است که بنا به گفته کارشناسان و تحلیلگران یکی از زمینه‌های گسترش فساد اقتصادی و اختلاس در کشور است. مقاومت مجمع تشخیص مسلحت نظام در مقابل تصویب پیوستن ایران به پالرمو در حالی انجام می شود که برخی گزارش ها حاکی از آن است که ایران به نشست 27 بهمن ماه که در خصوص FATF برگزار خواهد شد دعوت نشده است. حسین علی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی گفته که شورای نگهبان از لایحه جامع انتخاباتی استقبال خواهد کرد او گفت که این لایحه یکی از مطالبات عمومی است و افزود برخی نمایندگان مجلس چندین بار از دولت خواستار لایحه جامعه انتخابات شدند تا آن را به مجلس تحویل دهند امیری ضمن برشمردن آسیب های نظام انتخاباتی یادآور شد این آسیب ها باعث می شد پس از هر انتخاباتی گلایه هایی به وجود آید به هر تقدیر لزوم تهیه لایحه جامع انتخابات تقریبا مورد اجماع جناح های مختلف سیاسی کشور کنشگران دولت شورای نگهبان و مجلس است حسین علی امیری در پایان تاکید کرد شورای نگهبان از این لایحه استقبال کرده و مشاهده گردید که آقای کت خدایی نیز موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است به گزارش رویترز روز گذشته دولت آلمان مواضع آمریکا در نشست ورشو و رویکرد این کنفرانس را مورد انتقاد قرار داد نیرس آنن دستیار وزیر خارجه آلمان در مورد تناقض میان عنوان و محتوای نشست برگزار شده در ورشو لهستان گفت نشست ورشو قرار بود در مورد صلح و امنیت منطقه خاور میانه باشد اما نهایتا عمده آن در مورد ایران بود وی افسود پاسخ ما بسیار ساده است. اروپا به نحوی متحد و محتاطانه گام می‌دارد. ما روی فشار و گفتگو حساب کرده ایم. اروپا پای برجام می ایستد. پنس روز گذشته اتحادیه اروپا را به تلاش برای شکست دادن تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران متهم کرد و گفت چنین کاری به افزایش شکاف میان واشنگتن و بروکسل منجر می شود. به همچنین از اتحادیه اروپا خواست از برجام خارج شده و به اعمال فشار به ایران بپیوندد. اظهارات آنن به تغییر دستور کار نشسته ورشو اشاره به بیانیه هایی است که مقام های آمریکایی و لهستانی پیش از این نشست صادر کرده و تاکید داشتند که قرار نیست این نشست محلی برای حمله لفظی به ایران باشد. با این وجود مقام های اسرائیل و آمریکا در این نشست بارها با تندترین الفاظ به ایران حمله کردند. مایک پامپا وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران ایران را تهدیدی برای منطقه خواند و گفت که تمام شرکت کنندگان در نشست ورشو موافق این برداشت بودند. غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین داخلی آین نامه مجلس روز گذشته از طرحی جدید در مجلس خبر داد که نمایندگان می توانند برای پرسش از وزرا در صحن علنی پارلمان نحوه پرسش خود را تغییر دهند. او گفت اخیرا طرحی را برخی از نمایندگان مجلس آماده کردند که چنانچه وزیری سه کارت زرد از نمایندگان دریافت کرد به شکل خودکار در پارلمان استیزاه وی کلید بخورد او افزود همانطور که پیشتر هم عرض کردم در طرح جدید جدای از آنکه که وزیری از نمایندگان سه کارت زرد دریافت کند بدون طی کردن مسیر قانونی و بررسی در کمیسیون مربوطه استیزاه وزیر با امضای ده نماینده در نخستین فرصت در صحنه علنی مجلس برگزار شود. حاشیه نشست هیئت دولت در روز گذشته محمود باعزی رئیس دفتر حسن روحانی در جمع خبرنگاران در خصوص جزئیات تکلیف آقای خامنه ای در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه در چند ماه آینده توضیحاتی داد و گفت ایشان خواهان کار اساسی در ساختار بودجه در جلسات مربوط به سران سقوه هستند تا ماندگار باشد این کار شروع شده و همینطور آنچه که رئیس مجلس دکتر لاریجانی در سفر خود به شهر قوم اعلام نمودند به موضوع بودجه عطف می شود و اینطور نیست که در ارتباط با ساختار کل دولت و حتی کل کشور باشد محمود واعظی در ادامه به نشست سوچی که همزمان با نشست ورشو با حضور سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در روسیه در حال برگزاری است اشاره کرد و گفت در این اجلاس سه جانبه مسائل مربوط به سوریه مطرح می شود که موضوعیت اصلی آن پاکسازی داعش از منطقه و اهمیت منطقه و مهمتر از همه بازسازی سوریه توسط ایران خواهد بود. واعظی سپس به شعارهایی که در مراسم جشن 22 بهمن و بالا بردن پلاکارت که در مخالفت با پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مطرح شد ضمن گلمندی از این افراد تاکید کرد چهلمین سال انقلاب و جشن سالگرد پیروزی انقلاب به فرموده رهبر جایی برای تصفیه حساب نیست و در این وضعیتی که به سر میبریم باید با وحدت و همدلی مشکلات را حل کنیم. واعظی در ادامه به تخریب دولت و شخص حسن روحانی از طرف بعضی از گروه ها اشاره کرد و گفت امروز اگر بخواهیم مشکل مردم حل شود همه باید متحد شویم اگر همه با هم باشیم مشکلات حل خواهد شد ولی اگر تفرقه داشته باشیم تنها کسانی که ضرر می کنند مردم هستند واعزی در حالی این مطالب را بیان می کند که سوء مدیریت دولت در اداره کشور مهمترین عامل ایجاد انتقاد از دولت شده است و مماشات دولت با گروه های تند سبب شده که صدای آنها بیش از همیشه شنیده شود. بهزاد نووی نایب رئیس مجلس ششم در خصوص پدیده انقلاب ها به عنوان یک اصلاح طلب گفت در کل بنده با انقلاب مخالفم چند وقتی است که نظرات این جانب در رابطه با تمامیت انقلاب بیان می شود و در کل بهتر است بگویم ضد انقلاب شدم وی با اشاره به این موضوع که در شکل گیری انقلاب عواملی دخیل می شوند که به اراده من و شما رخ نمی دهد در خصوص هنر حکومت مقابل انقلاب معتقد است این یعنی اینکه جامعه را به جایی برسانیم که انقلاب حادث شود بنده در زمانی از این جمله بازرگان که می گفت انقلاب ما دو رهبر داشت یکی امام و دیگری شاه خوشم نمی آمد البته سخن بازرگان درست بود یعنی اینکه شاه به قدری بد عمل کرد که انقلاب شد و امام هم این انقلاب را خیلی خوب هدایت کرد وی در مقایسه انقلاب ایران با انقلاب های دیگر باور دارد هرچند بهتر از دیگران عمل کردیم اما در کل رفتارهای غیرقابل قبول و غیرقابل دفاع هم انجام دادیم اگر بنا داریم میزان دموکراسی و آزادی در انقلاب ایران را بسنجیم باید آنها را با میزان آزادی ها و انقلاب روسیه لنین، استالین و خورشوف یا انقلاب الجزایر و کوبا و ویتنام قیاس کنیم نه با میزان آزادی و دموکراسی در کشورهایی چون سوئد و نروژ. بهزاد نوبی گفت اگر در سال 1351 تجربه الان را داشتم و حکومت شاه هم مثل ترکیه، کره جنوبی و برزیل بود و در سیاست استبدادی خود تجدید نظر کرده بود به هیچ وجه مردم را به انقلاب تشویق نمی کردم. نبوی در ادامه در خصوص طرح ادعای جدایی اصلاح طلبان از دولت روحانی به این موضوع اشاره کرد که برخی اصلاح طلبان به دو علت تصمیم دارند خرج خودشان را از دولت جدا کنند یکی اینکه بر این احساسند که جامعه از این وضع ناراضی است و نمیخواهند این نارضایتی متوجه خودشان شود و عده دیگر از اصلاح طلبان نیز که متوجه مشکل شدند اما چون انتقاد از دولت بی هزینه ترین انتقاد است ترجیح می دهند تمام کازکوزه ها را سر دولت بشکنند بیمی این به عقیده من برخی اصلاح طلبان با این کار گل به خودی می زنند نبوی در پایان تاکید کرد اصلاح طلبان نباید احساس کنند می توانند خرجشان را از دولت جدا کنند به افسود اگر چنانچه ملت احساس کنند شما برای این خرجتان را جدا کردید که دولت روحانی وضعیت خوبی ندارد همه شما را به نامردی متهم می کنند. از طرفی دولت همچنانچه بخواهد از این طیف اصلاح طلب انتقاد کند همچنان که برخی از آقایان این عمل را انجام میدهند باز هم به ضرر هر دو سوست. به گزارش رسانه ها جنرال ریمون توماس فرمانده نیروهای ویژه آمریکایی در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح نسبت به اعلام پیروزی دولت این کشور علیه گروه تروریستی داعش که همچنان از آخرین مقرهای خود در سوریه دفاع می کنند هشدار داد. وی در پاسخ به سوالی در رابطه با ماهیت پیروزی در سوریه گفت من نمیتوانم به سادگی واژه پیروزی را جای واژه هدف قرار بدهم وی افزود هدف کاهش تهدید در سوریه است و ما در حال رسیدن به این هدف هستیم و قصد داریم تا توانایی هایمان را که بایستی در آن منطقه باشد مشخص کنیم فرمانده نیروهای ویژه آمریکایی تاکید کرد که نسبت به ارزیابی شرایط در سوریه مطمئن نیست و این یکی از چالش‌های بسیار پیچیده است که نیروهای آمریکایی برای ها با آن مواجه هستند. توماس همچنین در خصوص سرنوشت نیروهای کرد همپیمان آمریکا در شمال سوریه گفت ما در حال بررسی راه حلی برای ادامه ارتباط با آنها و حفظ سطح مشخصی از حمایت از آنها هستیم. جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا در اعتراض به تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از سوریه از سمت خود استفا کرد در این حال نشانه هایی از تعدیل تصمیم ترامپ مشاهده شده اما تحلیلگران معتقدند که سیاست کاخ سفید در مورد سوریه دچار سردرگمی است به گزارش رسانه ها نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که دانالد ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی در این کشور روشی بدعتامی ایجاد کرده او تاکید کرد که قانونگذاران آمریکا آماده اند تا به طور مقتضی به این اقدام ترامپ واکنش نشان داده و حتی بر سر این موضوع علیه دانالد ترامپ اقامه دعوا کنند پولوسی در ادامه افسود که تحولات مربوط به مرز جنوبی آمریکا یک موضوع اضطراری نیست بلکه یک چالش انسانی علیه آمریکاست گفتنی است که مجلس سنای آمریکا روز گذشته لایحه بودجه و امنیت مرزی را برای جلوگیری از دومین تعطیلی دولت فدرال به تصویب رساند در صورت تسلیم این لایحه در مجلس نمایندگان پیش بینی می شود که رئیس جمهوری آمریکا این لایحه را امضا نماید با این حال وی قصد دارد برای تامین بودجه مورد نظر خود جهت ساخت دیوار مرزی مکزیک وضعیت اضطرار ملی اعلام کند کاخ سفید نیز در بیانیه جداگانه تاکید کرد که رئیس جمهوری با صدور یک فرمان اجرایی در مورد قضیه مرزی وضعیت اضطراری ملی اعلام خواهد کرد سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید نیز در واکنش به هشدار نانسی پلوسی با صدور بیانی در روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت ترامپ آمادگی دارد تا در برابر هرگونه دعوی حقوقی احتمالی از خود دفاع کند